با وجود سرکوب گسترده مردم معترض در منطقه آذربایجان، همچنان نگرانی ها از وضعیت دریاچه ارومیه و همچنین از سطح برخورد نیروهای امنیتی با مردم این منطقه از کشور پایبرجاست. در همین زمینه گفتگویی انجام داده ایم با آقای نورالدین پیرمؤذن، نماینده سابق مردم اردبیل در دورهای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از بوستون. آقای پیرمؤذن، حوادث و رویدادها را در استانهای آذربایجان شرقی و غربی پیگیری میکنید حتما. نظر شما در مورد ریشه بروز این نارامی ها در این منطقه چه است؟ روزهای تلخ و غمباری رو ما شاهد هستیم سراسر منطقه آذربایجان که به دنبال یک فاجعه زیست محیطی در دریاچه ارومیه آغاز شد و مردم نگران به چشم مجلس و به اصطلاح خانه ملت دوخته بودند شاید تصمیمی منطقی و درست گرفته بشه که تا این فاجعه به نحوی اثراتش کمتر و شاید هم کنترل بشه، ولی وقتی متوجه شدن که نمایندگان یا راه یافتگانی که از چهار استان آذربایجان برخلاف اکثریت مردم آذربایجان رأی دادن و این تصویب نشد، یک شکافی رو، یعنی اون شکاف عمیقی رو که از قبل هم بود و محسوس نبود، امروز با دل و جان حس کردند و به عناوین مختلف از راه‌های فوق‌العاده مسالمت‌آمیز تلاش کردند صدای خودشون رو به گوش تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان سیاسی در تهران برسونن و وقتی ناامید شدن مجبور شدن که در تجمعاتی مسالمت آمیز در خیابانهای تبریز، ارومیه و البته در بقیه شهرهای آذربایجان هم زمینه فراهم هست، منتها با توجه به فضای سنگینی که حاکم هست عملا نامحسوسه، ولی اگر شما به صدای خاموش مردم آذربایجان گوش کنیم تقریبا میشه شنید که چهار استان آذری نشین همدرد و همصدا هستند و منتظر تقریبا یک تصمیم معقول و منطقی هستند. آقای پیرمؤذن، شما سالها نماینده مردم این منطقه در مجلس بودید. سوالی که مطرح میشه اینه که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده با یک اعتراض زیست محیطی شدیدترین برخورد امنیتی رو داشته باشه؟ طور واضح هست، بالاخره نظام میدانه که نمایندگان، یعنی یک شکاف سیاسی بین آذربایجان و تهران وجود داره. طور واضحه که مردم آذربایجان در یک قهر سیاسی ناشی از بن‌بست سیاسی زندگی میکنن و طبیعی است این قهر سیاسی و در هر زمینه اعتراض ممکن است تبدیل به خشم سیاسی بشه، همون اتفاقی که در 29 بهمن 56 اتفاق افتاد. بنابراین باید کوچکترین تجمعی رو در آذربایجان جلوگیری کرد تا بتوان بر اینها با یک گورستان خاموش سیاسی تحمیل کرد بر مردم. نکته حائز اهمیت این هست که وقتی یکی از نمایندگان ارومیه خودش اعتراف میکند که من در ارومیه 99% مردم از من انتظار دارن که در مورد ارومیه تصمیم گیری شود، ولی در تهران اجازه حتی یک کلمه در مورد دریاچه حرف زدن رو به من نمیدن. خب این نشون میده که چقدر این راه یافته ها با مردم اختلاف دارن و چقدر فاصله هست و شکاف هست بین آنچه که مردم میخواهد و بین آنچه که در تهران تصمیم گیری میشود. پر واضحه که اگر این ناشنوهای سیاسی در تهران ادامه پیدا کند و اگر این نارضایتی و قهر سیاسی در مردم آذربایجان ادامه پیدا کند و خدایی نکرده بیگناهی مظلوم و مظلومانه در خیابان‌های تهران، در خیابان تبریز، ارومیه، اردبیل و یا زنجان جان خود را از دست دهد، مطمئناً باید در انتظار روزهای تلختری بود، چون مردم آذربایجان در تاریخ نشان دادند که اصولاً ذات این مردم این هست که زیر بار هر گونه ظلم و زور و اجباری نمی‌روند، هرچند که چند سباهی بر با زور و سلاح و فضای امنیتی اینها رو ساکت کرد. بالاخره این صدا روزی به گوش مسئول سیاسی ناشنوا هم خواهد رسید. و سال آخر، آقای پیرمؤذن، پیشنهاد شما برای اینکه اعتراضات مردم این منطقه به نتیجه برسه و دریاچه ارومیه و تمام خواسته های منطقی مردم این منطقه محقق بشه چه هست؟ تنها کلید حل مشکل آذربایجان
و شاید به عبارتی وسیع‌تر تمام نقاط سرزمین ایران شنیدن صدای مردم و برگزاری انتخابات آزاد و حضور نمایندگان واقعی ملت برخواسته از متن مردم، برای مردم، برای مردم و در راستای پاسخگویی به توقعات، انتظارات و پیمانهایی است که با مردم بسته شد. این همون شعاری است که در سال 56 و 57 هم گفته شد. احساس میکنم که مردم آذربایجان هم اگر چرخش قدرت رو ببینن و اگر گردش قدرت رو در تهران احساس کنن و نقش مؤثر خود رو در تصمیم گیری های کلان کشور ایفا کنن، قطعا آرامش سیاسی رو در آذربایجان شاهد خواهیم بود. ولی اگر همچنان شورای نگهبان با گوشهای بسته و تفکر طالبانی راه یافته های رو بر این چهار استان تحمیل کند، مطمئن باشین که فردای آذربایجان بهتر از امروز نخواهد بود.